شکست کشتی دنیا که کجاست امدادی، شکست کشتی دنیا کجاست امدادی، شدیم غرق زلال و نمی رسد هادی. زدیم شیون و فریاد، آب گذشت از سر، در این تلاطم دریا چه بحر فریادی. و دست و پا زدنی نجات نمی یابم، و دست و پا زدنی نجات نمی یابم، ز باد جور و جفا ز موج بیدادی. عزیز فاطمه، عزیز فاطمه، یبن الحسن ببین ما را، مگر ز حال یتیمان نمی کنی یادی. بیا و بند اسارت ز جان ما بردار، بیا و بند اسارت ز جان ما بردار، شدیم صید به هر دم و دام صیادی. تمام مردم کوفه به شام پیوستند، تمام مردم کوفه به شام پیوستند، کجاست مرد غیور و فهیم و رادی؟ بیا که فاسد بیدین صلاح دین گوید، بیا که فاسد بیدین صلاح دین گوید، ببین به جایگه هر طبیب جلادی. مقام رهبری آقا، مقام رهبری آقا، فقط مکان شماست، بران خلیفه غاصب ز تخت شیادی. بیا تو حجت حقی و پادشاه وجود، بیا تو حجت حقی و پادشاه وجود، تویی که مصلح کل و امام ایجادی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا بقیت الله فی الارضین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان محترم برنامه موعود در اسلام. روز جمعه شما به خیر باشه. امیدوار هستم که انشاءالله به برکت این روز مقدس و نورانی که از اعیاد اسلامی محسوب میشه، ساعات و دقایق و لحظات زندگیتان سرشار از برکت و معنویت و یاد خداوند متعال و همچنین یاد حجت غائب و حضرت امام مهدی علیه السلام باشه. خوشحال هستیم که از طریق این برنامه امروز هم توفیق داریم در خدمت شما خوبان و سروران گرامی باشیم. موضوعی را که انشاءالله تقدیم شما بینندگان گرامی خواهیم کرد در رابطه با مقامات حضرت امام مهدی علیه السلام خواهد بود، که در جلسه قبلی صحبت ما در رابطه با مقام امامت آغاز شد و جایگاه و اهمیت و ویژگی های این مقام را به استناد آیات کریمه قرآن مجید آغاز کردیم، که انشاءالله امروز قرار است باز هم به همین مورد، یعنی مقام امامت حضرت مهدی علیه السلام بپردازیم، و باز هم انشاءالله روی کرده ما به آیات هست از قرآن مجید که به این جایگاه ویژه و مقام رفیع امامت اشاره دارن. افتخار داریم که در خدمت کارشناس محترم مسائل دینی فاضل گرانقدر جناب حاج آقای حسینی هستیم. ان شاء الله از محضر ایشان در این برنامه مستفید خواهیم شد. حاج آقا خدمت شما سلام داریم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. روز جمعه شما هم بخیر باشه، و از همه عزیزانی که برنامه را میبینن هم ان شاء الله که روزی خوب و خوش را از خدای متعال مسئلت دارن. خیلی تشکر میکنیم از حضور ارزشمند شما آقای حسینی در برنامه امروز. خدمت عزیزان بیننده، با کسب اجازه از شما مقدمی را عرض کردیم و خواستیم که در جریان این موضوع قرار بگیرن که ما هفته گذشته یکی از مهمترین آیات امامت که آیه 124 سوره مبارکه بقره باشه را در معیت حضرت عالی و با توضیحات و بیانات ارزشمند شما پی گرفتیم. امروز ان شاء الله می‌خوایم باز هم به همین موضوع بپردازیم و آیات دیگری از قرآن مجید که اشاره به جایگاه امامت اهل بیت علیهم السلام داره، به ویژه حضرت مهدی علیه السلام که ایشان هم دارای مقام امامت هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارزك طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که خدای متعال ما و شما را و بینندگان عزیز را از جمله یاران و منتظران واقعی اون حضرت قرار دهد. آمین.
ادامه بحث قبلی ما و شما در رابطه با مسئله امامت. عرض کنم خدمت شما که ما در هر حرکتی، اعمی از حرکت مادی و معنوی، چند تا ویژگی را ما باید در این حرکات خود در نظر بگیریم. یکی مسیر و راه، که ما باید مسیری را که انتخاب میکنم و بخوایم به هدف برسم کدوم مسیر باید باشه. یکی مسیر و راه است و دیگر وسیله و ابزار، که ما از چی وسیله و ابزاری باید برای رسیدن به هدف کار بگیرم. و سومین ویژگی که ما نیاز داریم به حرکت مادی یا حرکت معنوی ما، هدایت و هدایتگری یا هادی و رهنماست، که ما باید در مسیر زندگی ما و در مسیر هدف ما از این چند تا خصوصیت ویژگی باید برخوردار باشیم. مسیری را که می پیماییم چه مسیری باید باشه، وسیله و ابزاری را که می خواهیم انتخاب بکنیم که ما را به هدف و مقصد برسانه، هادی و رهنمایی که لازمه در این مسیر ما را رهنمایی کنه، و مهم اینه که مقصدی که ما می خواهیم به کدام هدف و مقصد حرکت بکنیم. پس این چهار تا خصوصیت ویژگی ما باید در زندگی داشته باشیم و هر کدامشان بر سر جای خودش از اهمیت ویژه برخوردارن. من تا وقتی مقایسه بکنیم بین این تا چهار تا خصوصیت و ویژگی که ما نیاز داریم در زندگانی ما، رهبر و رهنما و هدایتگر نقش ویژه داره، که ما واقعا اگر بخواهیم با اون هدف و مقصدی اصلی ما برسیم، باید هادی و رهنمای درست را انتخاب بکنیم که ما را بیراه نبره، منحرف نشویم. مسئله امامت و رهبری که موضوع بحث ما و شما هست، یک همچو خاصیت ویژگی را داره که ما را در زندگانی ما هدایت میکنن، رهبری میکنن. و عرض کردیم که مسئله امامت تنها مسئله حکومتداری دنیوی نیست، چنانه که بعضی از دانشمندان محترم در این قسمت تعریفی را که از امامت را دادن، میفرماید الامامت ریاست عامه فی امور الدین و دنیا، هم ریاست و رهبری در بخش دنیایی را داره و هم مسئله رهبری و مدیریت دینی را به عهده دارند. پس مسئله امامت مسئله بسیار مهم و اساسی است که ما از سه منظر باید این را بررسی کنیم. یکی از منظر قرآن، آیات و کلمات الهی که به ما رسیدن، بیاییم از این منظر بررسی کنیم که چی نقش و جایگاهی داره. آیا میتونیم از قرآن مسئله امامت و رهبری را ما استفاده کنیم؟ و دومین منبع یا منظری که ما میتونیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، سنت و روایات است که از پیامبر گرامی اسلام به ما رسیدن. و سومین منبع یا منظری که میخواییم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، عقل است که از دیدگاه تحلیل عقلی ما چی مقدار نیاز داریم که در زندگانی من باید یک شخصی را به عنوان رهبر و مقتدا داشته باشیم. حالا میرسیم به اون مراحل بعدی که از منبع به نام سنت یا روایت بیاییم استفاده کنیم و به استناد روایت پیامبر گرامی اسلام و روایات پیامبر بیاییم ثابت بکنیم. و مرحله بعد که مسئله تحلیل عقلی باشه، فعلا ما در امون قسمت اولش که مسئله قرآن باشه و ما بتونیم از آیات قرآن مسئله امامت و رهبری را به دست بیاریم. آیه است در قرآن که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه ولایت و سرپرستی را منحصر میکنه به چند گروه و دسته. انما ولیکم الله، اولین فردی که میگه به شما ولایت داره خدای عالم است. این خداست که شما را وجود داده و تمام امکانات و نعمتهایی که در اختیار شمای بشر و انسانها و مخلوقات قرار داده، پس خدا ولایت داره. دقیقا. که البته بحثی بعدی هم مطرح میشه که ولایت خدا ولایت تکوینی هست و ولایت تشریعی، یعنی خدای متعال هم ولایت تکوینی داره هم ولایت تشریعی داره، که عالم را به اراده تکوینی خودش خدای عالم به وجود میاره. اما آیه در قرآن کریم هست انما امره اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون،
وجود و هستی مخلوقات به اراده تکوینی خدا به وجود می آید. پس آیه می فرماید انما ولیکم الله، ولی و سرپرست شما خداست و رسول خدا، پیامبر گرامی اسلام. بعد به صفات و ویژگی و اوصاف می پردازه، این را صریح آیه بیان نمی کنه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، و اون کسانی که ایمان آوردند. بعد این کسانی که ایمان آوردند با خصوصیات و ویژگی معرفی میکنه، یعنی الذین، بله، مؤمنان خاصی که دارای اوصاف خاصی اوصاف و ویژگی باشه. خدا خیرشان بده. آقا ان شاء الله این اوصاف را در بخش بعدی خواهیم شنید از حضرت عالی. بینندگان عزیز با ما همراهی بفرمایید، بعد از میان برنامه‌ای که تقدیم شما خواهد شد ان شاء الله باز می‌گردیم و ادامه این بحث بسیار ارزشمند را تقدیم شما خواهیم کرد. تشکر میکنیم از همراهیتان عزیزان بیننده. صحبت و گفتگوی ما در برنامه امروز موعود در اسلام در رابطه با یکی از مقامات بسیار شامخ حضرت امام مهدی علیه السلام هست که مقام امامت باشه. در روایتی بسیار زیبا و نورانی از حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت اوصافی دارند و بیانی دارند در وصف ویژگی های امام که در اینجا فقط بخش کوتاهی از این اوصاف را خدمتان تقدیم میکنم. فرمودن ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. امامت رهبری دین مردم هست و وسیله نظم بخشیدن و مؤمنین هست و صلاح دنیا و دین مردم و همچنین مایه عزت مؤمنین. در ادامه صحبت باسم انشاءالله میخواییم پای صحبتهای آقای حسینی بنشینیم که انشان در بخش قبلی آیه شریفه ولایت را مطرح فرمودن و میخواییم بیشتر کسب و فیض بکنیم و ببینیم که این آیه چگونه بحث امامت حضرت مهدی علیه السلام را به اثبات میرسنه. بفرمایید. بله، به این قسمت رسیدیم که در این قسمت آیه که میفرماید الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در قسمت اول آیه بیان بفرماید که ولی و سرپرست شما خدای عالم است و رسول خداست و الذین آمنوا، و او کسانی که ایمان آوردند و پیامبر و خدای عالم. بعد این کسایی که ایمان آورده چه خصوصیات و ویژگی دارند؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این کسایی که ایمان آورده نماز را برپا می دارند و زکات را هم در حال رکوع می پردازند. این قسمت آیه به اتفاق مفسرین عامی از شیعه و سنی اشاره دارد به همون داستان تاریخی مشهور و معروفی که از حضرت علی علیه السلام تاریخ نقل می کنه، داستان خاتم بخشی. خیلی هم جالب و اتفاقا الگو هست برای جامعه امروز و کسانی که توان دستگیری از مستمندان و فقرای جامعه را دارند. در این قسمت می فرماید که در این داستان حضرت علی علیه السلام مشغول نماز بودند. شخص سائلی آمد تقاضایی کرد و خواستند که یک مقدار کمک مالی به او صورت بگیره. حضرت معطلی نمی کنه، در همه حالی که حضرت مشغول عبادت و راز و نیاز به خدای عالم است و در حال رکوع قرار داره، به یک نحو به سائل و اون فقیر و مستمنده که تقاضا کرده به اشاره می فهمانه که انگشتر قیمتی که حضرت در دست داره این انگشتر را سائل تحویل بگیره. میگه در همین لحظه که حالا این سائل هم اشاره را فهمید و حضرت دستش را هم در اختیار سائل قرار داد و سائل انگشتر را از دست حضرت تحویل گرفت، آیه قرآن نازل میشه که ای کسی که ای کار میکنه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حال رکوع انفاق در راه خدا را انجام میدن. این آیه درسته که به صراحت بیان نمیکنه که این شخصی که ولایت داره بعد از خدا و بعد از پیغمبر کیه، ولی به خصوصیات اوصاف میپردازه. و ما وقتی که به روایات مراجعه میکنیم و نظر انظار اهل تفسیر رو وقتی مطالعه میکنیم، همه اتفاق نظر داره که این آیه در شأن حضرت امیر علیه السلام نازل شده که حضرت وقتی تقاضا صورت میگیره حضرت انفاق را اخلاصمندانه برای فقیر انجام میدن. که ما در این قسمت هم میتونیم از این قسمت آیه هم ولایت و امامت حضرت را به دست بیاریم و هم نکته اخلاقی داره برای ما و عزیزانی که این برنامه را تعقیب میکنه.
ببینین ما در زندگیمان ممکن است دچار امتحانات و آزمایش هایی شویم که خدای متعال هم در قرآن فرموده که من شما را امتحان میکنم. امتحانات الهی به سراغ انسان میآید. ممکن یک وقت انسان را با قدرت و ممکن است با ریاست با حکومت انسان امتحان شود که چگونه حکومت را بالاخره ای تدبیر میکنه و تدبیر میکنه که بالاخره تبعیض نباشه. گاهی ممکنه انسان را با سرمایه و نعمت مادی از قبیل امکانات مادی خدای عالم بندر امتحان کنه. ما بیشتر در این بخشی از زندگیمان که وقتی میشیم به مثلا سرمایه در اختیار ما قرار میگیره، نعمتی در اختیار ما قرار میگیره، ولی مستمند هم میایه از ما تقاضایی میکنه، ما اگر توان دستگیری را داریم نباید دریغ کنیم، بیاییم از رفتار حضرت علی الگو بگیریم. خب حالا این که ما دستگیری از فقرا مستمندان میکنیم دو نحوه است. گاهی حالا دستگیری میکنیم خیلی ملاحظه خدا و بالاخره دین و تقوا و تدین نداره، میگیم خب یک دستگیری شود، خوب است در جایگاه خودش یک ارزشه، ولی اونی که عمل را خیلی با ارزش میسازه اخلاصه. حالا در داستان حضرت علی اونی که قضیه را خیلی با اهمیت میسازه مسئله اخلاصه. بعدها هم میگه تعداد دیگری هم به خاطری که در شأنش آیه نازل شوه که در تاریخ نقل میکنه، میگه اینا هم این کار را کردن، حتی با یک نحوی به یک شکل تبانی کردن، سائل را گفتن که در همون لحظه ای که من در نماز هم بیا من هم انگشترم را برایت میدم، ولی از آیه خبری نشد. معلومه که اونی که باعث قبولی عمل و به دست آوردن تحصیل ثواب و کمالات میشه اخلاص برای خدای عالمه. حضرت بدونی که تبانی کرده باشه، بدونی که ریایی در کار باشه، اخلاصمندانه اون فقیر را برایش عنایتی می داشته باشه و خدای عالم به پاس خدمات و این انفاقی که در راه خدا میکنه آیه نازل میشه که ولایت مالکیه، مال خدا، مال رسول خدا و او کسی که در راه خدا در حال نماز و رکوع انفاق میکنه. پس از این آیه میشه که ما هم استفاده بکنیم ولایت حضرت علی علیه السلام را در امو ولایتی که خدای عالم داره، پیامبر گرامی اسلام داره، در تالی تلویش، یعنی در امو ردیف قرار داره امی ولایت، نه تنها صرف دوستی و محبت. ما میدونیم که ولایت خدا سرپرستی است، ولایت پیامبر گرامی اسلام سرپرستی است. پس وقتی این ولایت در راستای او ولایت قرار میگیره، امان تصرف و سرپرستی است. پس ما میشه که از این آیه استفاده کنیم که امامت و ولایت را ما میتونیم در راستای ولایت خدا پیغمبر قرار بدیم و اون ولایت و اون امامت و رهبری جامعه هست. دقیقا همونطور است. چقدر نکات ظریف و زیبایی داشتیم. آقا با کسب اجازه از حضرت عالی نظر شما درس پس بتیم. یک نکته بسیار ظریفی که در معنای خود ولی قرار داره. ولی حالا در فارسی میگیم سرپرست و آنچه که در کتب فرمودن ولی به معنی اولا به نفس هم هست، یعنی کسی که از نفس خود انسان کده به انسان اولویت داره، پیشتر هست، مقدمتر هست بر انسانها از نفس خودشان کرده حتی. از این معنای واقعا بلندی هست برای کسی که بخواد بفهمه امام دارای چه جایگاهی است. امام همان کسی است که دارای مقام ولایت هست و ولی آن کسی است که اولا خدا نصبش میکنه و بعدش هم او آنقدر جایگاهش با عظمت هست که او از نفس خودم کرده بر من اولا هست و مقدمتر و پیشتر هست. خیلی استفاده کردیم آقا. اگر امکان داره باز هم بفرمایید که به هر حال چه نکات دیگری در آیات قرآن وجود داره در راستای بحث امامت و اینکه می‌خوایم به هر حال معرفت ما نسبت به امام از منظر قرآن که فهمیدیم می‌خوایم از سه منظر ان شاءالله پیش بریم. حالا منظر قرآن ان شاءالله می‌خوایم باز هم بیان بدیم. خب یک آیه‌ای که خدمت شما عرض کردم که در رابطه با ولایت دلالت داره، آیه دیگری که خیلی با یک لحن شدید و تندی پیامبر را مورد خطاب قرار میدن که البته ایره باز هم همه مفسرین عامی از دانشمندان شیعه و سنی قبول داره که در روز غدیر نازل شده این آیه، که همون آیه‌ای که مشهور و معروف هم هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. ای آیه از آیاتی هستند که در سوره مائده قرار داره و به اتفاق همه دانشمندان مسلمان سوره مائده از سوره های هستند که در اواخر عمر پیامبر گرامی اسلام و اواخر یعنی از سوره های آخر است که برای پیامبر گرامی اسلام نازل شده و اتفاقا این قسمتی از آیه که هم برای پیامبر یک نوع دستوری را بیان می‌فرماید یا ایها الرسول، باز هم ما میاییم می‌بینیم که این آیات از او آیاتی هستند که در اواخر عمر پیامبر گرامی اسلام نازل شدند. ببین آیه چی می‌فرماید؟ برای پیامبر می‌فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اول با صفت رسالت پیامبر را یاد می‌کنه، یعنی مربوط رسالتی توست که باید این را برای مردم به عنوان رسول برای مردم ابلاغ کنی. در آیات دیگری هم داره که وظیفه مستمعین و مخاطبین و امت پیامبر را مشخص میکنه که میفرماید و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. او چیزی را که پیامبر به عنوان رسول برای شما بیان میفرماید او را بگیرید و او چیزی که شما را از او جلوگیری میکند از او دور شوید. در این قسمت آیه که میفرماید یا ایها الرسول بلغ، ای پیامبر برسان او چیزی که به تو نازل شده، و این لم تفعل فما بلغت رسالت. و یک نوع هشداره که اگر این تبلیغ را نکنی و این پیام رسانی را نکنی، خب گویا که تمام زحماتی که در چندین سال رسالتت متحمل شدی فما بلغت رسالت، دیگه انجام رسالت نکردی. یعنی اون 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه، اون همه زحمات و رنجهایی را که در راه ترویج مکتب اسلام متحمل شدی، اون یک طرف قضیه، این مسئله ابلاغ که امروز مأمور شدی و وظیفه پیدا کردی در یک جانب قضیه و طرف قضیه قرار داره. خدا خیر تمام بذارم. تشکر میکنیم، از خیر میکنم. در بخش بعدی انشاءالله میتونیم کلام از تادی را ادامه شه. بشنیم بینندگان محترم، از شما خواهش من دستم که افتخار ببخشن و همچنان همراهی بفرمایید. تشکر میکنیم از همراهیتان. بینندگان محترم، ادامه برنامه ما او در اسلام را تقدیم شما ما عزیزان و خوبان میکنیم. صحبت ما در رابطه با جایگاه ها و مقامات و شؤونات حضرت امام مهدی علیه السلام هست. چقدر در روایات اسلامی و تأکید بر این مفهوم مهم شده که باید امام را شناخت و شناخت امام در حقیقت از اوجب واجبات است، تا جایی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که همه مسلمانان متفقند بر مضمون این حدیث شریف فرمودند که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، هر کس بمیرد در حالی که معرفت و شناخت نسبت به امام زمان خودش نداشته باشد، مرگ او مرگ جاهلیت است، یعنی مرگی در حال کفر و نفاق و زلال و دور بودن از اسلام و حقایق دین. صحبت ما در برنامه امروز در رابطه با مقام امامت حضرت مهدی علیه السلام هست، به استناد آیات شریفی قرآن مجید که سرور ارجمند جناب آقای حسینی در این برنامه تا حالا به دو آیه از آیات قرآن که هر دو تا آیه در سوره مبارکه مائده هست اشاره فرمودن. اول اشاره به آیه ولایت فرمودن که آیه 55 مائده هست و بعد اشاره به آیه تبلیغ فرمودن که آیه 67 این سوره مبارکه هست و همچنان صحبتشان در رابطه با آیه 67 سوره مائده یعنی آیه تبلیغ ادامه داره و ما هم از محضرشان استفاده میبریم. بفرمایید شما. بله، در این قسمت که خدای متعال برای پیامبر میفرماید و این لم تفعل فما بلغت رسالت، یعنی تمام زحمات چندین سالت یک طرف و این تبلیغ که امروز وظیفه پیدا کردی طرف دیگری قضیه هست و این برابری میکنه که اگر این کار را نکنی گویا تمام زحماتت هدر رفته. ما وقتی میایم بررسی میکنیم که کدام موضوع بوده که پیامبر بیان نکرده، آیا مسئله نماز نبوده؟ نه، اتفاقا پیامبر مسئله نماز، مسئله روزه و سایر فروع دین که جزی از دستورات اسلامی هستند اونا رو پیامبر برای مردم بیان فرمودن، مسئله حج رو بیان کردن، مسئله زکات رو بیان کردن و سایر مسائل دینی. خب چیزی باقی نمانده که پیامبر بیان نکرده باشد. ما در اینجا خیلی پاسخ واضح و روشنی داریم که او کدام مسئله بوده که پیامبر بیان نکرده، و با توجه به اینکه خدمت شما عرض کردم که سوره مائده از سوره هایی هستند که
تقریبا از سوره هایی که آخرین لحظات پیام عمر پیامبر گرامی اسلام نازل میشه و در بین آیات هم ای آیه از آیات هستند که در آخرین آیاتی که ما میشه نام برد که برای پیامبر گرامی اسلام نازل شده. پس معلوم بده که پیامبر مسائل دینی را نمانده که بیان نکرده باشه برای مردم و برای مردم گوشزد نکرده باشه. او چیزی که باقی مانده چیه؟ مسئله امامت هست، مسئله رهبری و جانشینی هست که اگر بیان نکنی خب خدای متعال بیان میفرماید فما بلغت رسالت. و با توجه وقتی که از نظر عقلی هم ما میاییم یک تحلیل میکنیم در این قسمت که پیامبر مسائل مهمی دینی را بیان کرده بودند برای مردم، آره مثلا نماز و روزه و سایر مسائل بیان کرده و حجت الوداع هم که در تاریخ مشهوره، یعنی آخرین حج پیامبر هم بوده مناسک حج هم آره بیان شده بودند، پیامبر آخرین حجش را هم انجام داد حجت الوداع. پس چیزی باقی نمانده؟ حالا ما بیاییم بررسی بکنیم از دیدگاه مفسرین و تاریخ نویسان و صاحب نظران چیزی که در اینجا موضوع بحث چیه؟ مسئله امامت هم، مسئله جانشینی هم. دقیقا. و بعد هم در ادامه آیه می فرماد و الله یعصم که من الناس. از این فهمیده میشه که پیامبر یک تشویشات درونی هم داشته بوده که خود از خود آیه هم فهمیده میشه. ببینید ما یک بحثی را داریم که پیامبر موضوع گیریاش در مقابل دشمنان و در مقابل کفار و کسایی که بیرون از دین بودن چی موضوعی داشتن؟ سوره کافرون به صراحت جایگاه پیغمبر و موضوع پیامبر را بیان می‌فرماید. در بخش بخشی از آیه تأکید هم شده قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. پیامبر در مقابل بیرونی ها خیلی موضوع صریح و آشکار و موضوع بسیار شجاعانه می‌گرفتند. خب معلومه که پیامبر از دشمنان بیرون دینی تشویش و حراس ندارن، ولی یک سری تشویشاتی از درونه که پیامبر احساس میکنه که اگر این موضوع بیان شوه شاید یک سری مشکلاتی در درون اتفاق بیفته، ولی خدای متعال بیمه میکنه پیامبر را، میگه بیان کو و او تشویشاتی که داری و لا یعصمک من الناس، خدا تو را از شر مردم حفظ میکنه و انسانهای ظالم و کافر هم هدایت نمیشن. بعد در ادامه آیت داره که الیوم یئس الذین کفروا، امروز روزی است که او کسایی که کافر شدن و کافر بودن به دین اسلام اونها دیگه ناامید شد. از این فهمیده میشه که مسئله خیلی مسئله مهمی بوده. البته اینجا بعضی آمدن یک سری احتمالات را دادن که این الیوم یئس که آمده در قرآن امروز روزی ناامید است، کدوم روزه؟ آیا روز بعثت پیغمبره؟ آیا روز فتح مکه است؟ یا بعضی حوادث و اتفاقاتی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده غیر از مسئله غدیر و مسئله امامت و رهبری کدوم روزه؟ و هر احتمال را که ما بیاییم در نظر بگیریم انسان قانع نمیشه، چون وقتی که الیوم یا عیسی امروز ناامید شد، روز ناامید کفاره. ما بیاییم کدوم روز روز ناامیدیه؟ میگه روزی که پیغمبر مبعوثی با نبوه شد که معلومه کفار ناامید نشده بود، کسایی بودن که به عنوان یک تهدید بسیار کلان علیه جامعه اسلامی و دین اسلام حساب میشد و طمع زیادی داشتن برای اینکه اسلام رو بتونن متلاشی کنن، نابود بسازن، بله روزی کنن. روز فتح مکه بله یک دستاورد کلانی بود برای پیامبر گرام اسلام، یک فتح و نصرت بسیار عظیمی بود، ولی باز هم تهدیدات دشمن فراوان بود، به خصوص پدیده نفاقی که الهی ادعای ظاهر اسلام آوردن یقیناً. اما واقعا کافرانی بودن که در درون در سر می پروراندن که بتونن به اسلام ضربه وارد بکنن، ضربه وارد بکنن. خب این احتمالات پس از نظری عقلی وقتی ما بیایم بررسی بکنیم و جایگاه این احتمالات را از نظر تاریخی هم که بررسی بکنیم، این احتمالات بالاخره نفی میشن. تنها یک احتمالی که باقی میمونه مسئله امامت ها، مسئله جانشینیه که کسانی بودن که پیامبر میگفت بالاخره پیامبر فرزندی پسری نداره، خب ابتر پیغمبر و خب ای امیدواری را داشتن که پیامبر تا زمانی که خودش حیات داره خب بالاخره همین دین ترویج میکنه، ولی وقتی که پیامبر از دنیا رفت دیگر کسی نیست که ادامه دهنده خط پیغمبر باشه و او اهداف پیغمبر را ترویج کنن و
ولی وقتی که مسئله امامت و جانشینی و رهبری جامعه مطرح میشن، الیوم یئس، امروز روزی ناامیدیه. دیگه وانانی که به این طمع و آرزو و امید بودن که پیغمبر وقتی که از دنیا رفت، دوباره ما با آرمان خود میرسیم، دوباره مسائل شرک و بت پرستی را ترویج میکنیم بدون کدوم مانعی، اونا ناامید شدن. میبینه که شخص را پیغمبر به عنوان جانشین و خلیفه معرفی میکنه که او ادامه دهنده خط رسالت است و او اهداف را که پیامبر گرامی اسلام برای فلاح و رستگار جامعه اسلامی و انسانها به دست دارند و ترویج میکنند، اون خط را داره کسی دیگری در قالب امامت ادامه میدن. او زمان مستاق پیدا میکنه آیه و انسان هم قانع میشه که او خط را که پیغمبر برای صلاح جامعه آوردن، او خط ادامه پیدا میکنه و او کسایی که هم امیدوار بودن ناامید میشن که بلی خط ادامه پیدا کرد دیگه، کسی معرفی شد و هم به عنوان رهبر و مدیر جامعه که هم در بخش دینی و هم در بخش دنیایی بالاخره رهبری و مدیریت جامعه را به عهده دارن، او ادامه دهنده خط پیغمبر است. پس از این نتیجه میگیریم که مسئله امامت است، مسئله رهبری جامعه است. بسیار استفاده کردیم. حاجی، این نکته خیلی ظریفی که باز در فرمایشات اصلی وجود داشت و می‌خوایم کمی برجسته بشه، این است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در روز غدیر تنها اشاره به امام پس از خود نداشتن که همون یک نفر باشه و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشن، بلکه 12 جانشین و 12 امام پس از خودشان را یکی پس از دیگری حتی با اشاره به اوصاف برخی از این امامان ادامه دادن تا رسیدن به حضرت مهدی سلام الله علیه. یعنی میخوام اینو بگم، در همین واقعه غدیر که در شأن این همین واقعه هست که آیه 67 سوره مائده آیه تبلیغ نازل شده، میتونیم استناد بکنیم به مقام امامت حضرت مهدی علیه السلام، چرا که در خطبه‌ای که رسول خدا در اون روز خواندن و سخنرانی بسیار مهمی که داشتن، اشاره کردن به اسامی و اوصاف و ویژگی‌های جانشینان پس از خودشان به ویژه حضرت مهدی علیه السلام، که در خطبه شریفیشان حداقل 18 تعبیر و 18 توصیف وجود داره برای حضرت امام مهدی علیه السلام به عنوان آخرین امام پس از خودشان. ازایشان خاتم الائمه و خاتم الاوصیا میگیم، به خاطر همین تعریف و شناختی که پیامبر گرامی اسلام از ایشان ارائه دادن در خطبه شریف غدیر. خیلی استفاده کردیم آجا، و انشالله که بتانیم در پرتو آیات قرآن بتانیم به این جایگاه و مقام امامت بیشتر معرفت پیدا بکنیم. به هر حال قرآن مجید کتاب هدایت است و اگر قرار باشه که حضرت مهدی سلام الله علیه این مقام والا را دارا باشن، بدون شک باید در اشاراتی در قرآن مجید نسبت به این مقام باشه، که حداقل امروز ما دو تا از این آیات مبارکات را بررسی کردیم. ضمن تشکر مجدد از آقای حسینی بزرگوار از اینکه حضور پیدا کردیم در برنامه. از آن بیننده به پایان برنامه رسیدیم و بعد از خدمت شما هم مرخص بشیم. امیدوار هستم که انشاءالله همه ما جزء منتظرین و عارفین به حق حضرت امام مهدی سلام الله علیه باشیم. در پایان برنامه دست به دعا برمی‌داریم و برای فرج آن حضرت دعا می‌کنیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ شما.